با درود و مهر و آفرین و سپاس به پیشگاه همه هم‌میهنانم در درون و بیرون سرزمین اهورای ایران. دوستان بزرگوار ایرانیان برومند، ما در چند روز گذشته یک خیزش رستاخیزی جانانه از ایرانیان برون کشور در آمریکا و در اروپا داشتیم و در اروپا دو فرایند از این رو پشت سر گذاشتیم، یکی گرد همایی در مونیخ و دیگری گرد همایی در بروکسل. خود این گرد همایی و این فریادهای ایران گرایانه مایه نیروزایی خواهد شد، ولی در روند آنچه که رخ داد شوربختانه ما تلخی ها، ناگواری ها، نادانی ها، بدکاری ها، کژاندیشی ها و گونه آلودگی هایی رو هم در این فرایند دیدیم که به سود امروز ایران، فردای ایران و مردم ایران نیست. ما برای اینکه پرهیز کنیم از چنین پرسش ها و رفتارها، به ویژه پرسش هایی که از پادشاه قانونی ایران رضا شاه دوم کردن در جای جای این گرد همایی که آزاردهنده بود، تلخ بود، ناگوار بود، نسنجیده و ناسفته بود برخی از اونها، حالا ما اگر گمان و انگارمون رو و فرضمون رو بر این بگذاریم که این پرسشگران هیچ گونه انگره و قرضی در خودشون و اندیشهشون و انگیزهشون و هدفی نداشتن که گونه برداشت کودکانه خواهد بود، بایستی این رو گونه پردازش کنیم که بیاین در بارهای دیگر از یک سفتگی برخوردار باشن و پرسش‌های بیهوده نکنن. ما برای این که با این پرسش‌ها آزار ندهیم، دستانداز درست نکنیم، بن‌بست نسازیم جلو راه رستاخیز ایران، بایست یک الگویی که همگان بتوانند به اون بپیوندند، همگان بتوانند زیر سایه و چتر اون گرد بیان رو داشته باشیم. از نگاه این کوچک، قانون اساسی مشروطه 1285 که در 116 یا 17 سال پیش نهادینه شده، دست کم تا برآمدن رضا شاه در سپهر شگردان و سیاسی ایران دست کم 14 سال و دست بالا 17 سال گذشته بوده است. این قانون اساسی با همه فراز و فرودهاش، با همه خوبی‌ها و بدی‌هایی که داره، با همه کارآمدی و ناکارآمدی‌هایی که دارد، در زمان خودش یک شاهکاری بوده است برای قانون‌گرایی که این شاهکار شوربختانه امروز در برخی از زمینه‌ها پاسخگو نیست و جوابگو نیست و نمیتواند به نام یک قانون اساسی خوب در کشور به کار بسته شود. ولی این قانون هرگز برچیده نشده، لغو نشده، باطل نشده و اصلاح یا بسازی نشده و به ارزش و اعتبار خودش هنوز پابرجا و باقی است و چون پابرجاست ارزش اون، بایستی زیر سایه و چتر قانون گرد هم بیاییم. این قانون که مال خاندان پهلوی نبوده است، این قانون برای ایرانیان بوده است که 14 سال دست پایین و 17 سال 18 سال پس از روی کار آمدن این قانون رضا شاه بزرگ سر برآورده است. بر پایه آمیزه ها و دستور و آیین این قانون، رضا شاه دوم پادشاه قانونی هستند، هرچند که برابر اصل 39 همان قانون هنوز جلوس نکردند، یعنی از نگاه رفتاری و عملی ایشون هنوز نتوانستند سوگند یاد کنند در نزد مجلس شورای ملی، مجلس سنا و هیئت وزرا، و از این نظر محقق نشده، معلق از پادشاه ایران، ولی پادشاه قانونی است. پرسیدن از پادشاه قانونی با اینکه برای همگان آزاد است که آن را بپرسد
اگر نیاز بود پرژنه و نقد کند و گفتمانی از این دست داشته باشد، بدان مانا نیست که ما پرسش های فرافکنانه هم داشته باشیم. این پرسش ها از سوی هر کسی، هرچند میهن پرست باشه، هرچند مردم دوست باشه، هرچند دل در گروه ایران و مهر ایران داشته باشد، به درد امروز مردم ایران نمیخورد، چون دشمنان ما از تهران گسترده شده تا واشنگتن، از تهران تا سوئیس. همین امروز دیدیم شوربختانی که در پیوند با رفتار زشت و ناپسند و دهنکجی سفیر سوئیس با زنان و دختران و بانوان ایران چگونه رفتار کرد و با چادر و چاقچول رفت به قم، این فرایند زیبنده نبود. ما دشمنامون یکی دوتا نیست، دشمنان ما همه همراستا هستن، از جو بایدن و داردسته و همه اونها گرفته تا سردمداران و کارگزاران اروپایی، همه در سودای چگونگی لفتولیز و چپاول و چاپیدن سرمایه های ایران هستند که جمهوری اسلامی و سران اون هم همدست اونها هستن. پس تکیه نکنیم، امید نبندیم و گول نخوریم که ما را برانگیزن، تحریک بکنن، بیاییم پرسش هایی از پادشاه بکنیم که سزاوار نیست. من نمیخوام نام پرسشگران رو ببرم، ولی چند پرسش شد از کسان گوناگون، به ویژه از دو بانوی ارجمند، که این پرسش ها زهراگین بود، آلوده به گونه انگره و غرض بود که سزاوار این روزها نیست. دست کم رضا شاه دوم تنها کسی است که مردم در جلو گلوله، در برابر شکنجه، در برابر زندان، در برابر از دست دادن زندگی، نام او رو فریاد زدن. اون بخش دیگر رو ببینید که مردم امروز به نیکی از خاندان پهلوی یاد میکنن و چنین پرسش هایی که شما میپرسید مردم از رضا شاه دوم نداره. این خبرنگاران، این عزیزان، این گرامیان باید بکوشن اون پرسش هایی که در ذهن مردم درون کشور هست. جوانانی مانند مجید رضا رهنورد هست، نیکا شاکرمی هست، پویا بختیاری هست، ستار بهشتی هست و دیگران هست رو برای روشنگری بپرسن. من خواهش میکنم فروتنانه، بیان که بخواهم به ریز این فرایند بپردازم که میدانم دردآوره، رنجآوره و زیبنده نیست، دست بردارید و دست بشویید و در کنار مردم باشید و پرسش های مردم رو از پادشاه بپرسید. افزون بر این که این خاندان تازه جایگاه خودش رو در میان کسانی پیدا کرده تا اندازه شیدائی جوانان 80-90 اکنون ایران همه شیدا و دلداده و شیفته محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه بزرگ هستن و شاهزاده رضا پهلوی رو دوست می‌دارن. امیدوارم ما هم در راستای این دوستی کار خودمون رو انجام بدیم. پاینده ایران، جاوید شاه.